سلام به حاشیه نیوزی های عزیز و دوستداران مطالب نظامی ایران و جهان. مسئله آذربایجان و ارمنستان و منافع ایران در این منطقه مبحثی هستش که هر روز قسمتی از اهمیتش به بیرون درز میکنه و طرفین صلح میکنن و با یه حرکت نابخردانه از سمت یکی از طرفین هر چی که بود و نبود از بین میره. در این اواخر یک کارشناس روس در مورد این حرکات تنش آفرین آذربایجان گفته هایی رو در رسانه ها اعلام کرده و گفته که آذربایجان حتی فکر وارد جنگ شدن با ایران رو نکنه. اما چرا این کارشناس روز چنین چیزی رو گفته؟ با ما تا پایان همراه باشید تا این حرکات و دلیل گفته این کارشناس روز رو با هم بررسی بکنیم و اگه تا حالا به جمع ما نیومده بودید کلید لایک و سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. در گفتگو با سایت رگنیوم روسیه، یوری لیامین، کارشناس نظامی روس، تحلیل خودش را از آخرین وضعیت نظامی در جنوب قفقاز ارائه داد. او تاکید کرده که کریدور سیونیک برای ایران مهمه تا به دریای سیاه دسترسی داشته باشه و همچنین بتونه با تحریم‌ها مقابله بکنه و مسیرهای حمل و نقل خودش رو تنوع بده و افزایش بده. او همچنین اظهار کرده که در صورت وجود تهدید تصرف سیونیک ارمنستان توسط باکو، ایران ممکنه به استقرار نیروهای پیش ایرانه اقدام بکنه. لیامین توضیح داده که تهران مخالف تشکیل اتحاد ترکیه و باکو در مرزهای شمالی خودشه، چون این امر به طور مستقیم امنیت ایران رو تهدید میکنه. او تاکید کرده که باکو قادر نیست به صورت مستقیم عملیات نظامی علیه ایران انجام بده، اما برای ورود نیروهای ایران به خاک ارمنستان مشکلاتی وجود داره. او اظهار کرده که احتمالاً یک بار ورود نیروهای ایران به منطقه کافیه تا خصومت‌های احتمالی متوقف بشه، چون باکو احتمالاً تمایلی به درگیری آشکارا با ایران نداره. اما اینکه رهبران ارمنستان آیا از ایران درخواست کمک برای ورود نیروهاشون رو دارن یا خیر هنوز یک سوال بازه. لیامین همچنین بیان کرده که نیکول پاشینیان رهبر ارمنستان فعالانه تلاش میکنه تا میانجیگران غربی رو جذب کنه و خیلی احتمال داره که اونها مداخله ایران رو هم قبول نکنن. او تصریح کرده که ایران اصولاً میتونه با استفاده از ظرفیت‌های موشکی و هوایی خودش بدون درگیری مستقیم در زمین عمل بکنه. در نهایت لیامین اعلام کرده که احتمالاً باکو به دلیل مسائل مرتبط با سیونیک ترجیح میده که به صورت آشکار درگیری نظامی با ایران نداشته باشه. این متخصص تبیین میکنه که ابتدا و قبل هر چیزی منطقه‌ای به نام سیونیک به عنوان بخشی از کشور ارمنستان شناخته میشه. این امر به تبعیت دقیق‌تری از آذربایجان واداشته تا در اقدامات خودش دقت بیشتری ارائه بده. در دومین مرحله آذربایجان باید مراقب باشه که وضعیت فعلی به یک تصاعد تنش با ایران منجر نشه. این امر به این دلیل های اهمیته که زیرساخت های نفت و گاز آذربایجان در مقابل حملات ایران خیلی آسیب پذیره. این تحلیلگر اظهار میکنه که البته آذربایجان میتونه با استفاده از موشک‌ها و پهپادهای خودش هم اقداماتی انجام بده، اما توان حمله ایران به طور قابل تطبیقی بیشتره. او باور داره که آذربایجان تنها در شرایطی میتونه تصمیمی در مورد یک عملیات نظامی گسترده در سیونیک بگیره و اون شرط سرعته. اگه در مدت کوتاهی منطقه سیونیک توسط نیروهای آذربایجان اشغال بشه، ایران با یک وضعیت از پیش تعیین شده روبرو خواهد شد و ممکنه واکنش تندی از طرف تهران نباشه. این احتمال همچنین وجود داره که آنکارا و باکو برای این سناریو یعنی یک حمله ناگهانی آماده بشن و لیامین این امکان رو خیلی دور میبینه. در طرف دیگه لیامین یادآوری میکنه که انتقال یگانهای ارتشی به مرزهای ارمنستان توسط آذربایجان ممکنه فقط یک نمایش نیرو باشه. این تحلیلگر یادآوری میکنه که بعد از جنگ 2020 آذربایجان بیش از یک بار قاطعانه به ارمنستان پیشنهاد داده تا امتیازاتی از جمله امتیازات ارضی رو تحویل بده. این خاورشناس خاطر نشان کرده که آذربایجان برتری نظامی قابل توجهی نسبت به ارمنستان داره و به همین خاطر میتونه گزینه‌های مختلفی رو انتخاب بکنه. یعنی ممکنه اقدام باکو در قالب رزمایش یک عملیات نظامی محدود در یک منطقه خاص انجام بشه و غیره. به طور بالقوه باکو ممکنه تلاش بکنه تا یک عملیات کوتاه در مقیاس بزرگتر رو انجام بده و محدودیت‌های واکنش احتمالی روسیه و ایران رو بسنجه تا خودش رو برای مداخله بزرگتر آینده آماده بکنه. از نظر لیامین قدرت‌های بزرگ منطقه یعنی ترکیه و ایران هنوز آمادگی خودشون رو برای جنگ علنی نشون ندادن. توی 12 شهریور مذاکراتی بین حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و هاکان فیدان همتای ترکیه او انجام شد. هر دو طرف تعهد خودشون رو به صلح اعلام کردن، اما ایران یه بار دیگه به صراحت اعلام کرد که اجازه تصرف کریدور سیونیک رو نخواهد داد.
عبداللهیان گفت ما از مذاکرات ایروان و باکو استقبال می‌کنیم و هیچ گونه تغییر ژئوپلیتیکی در منطقه و مسدود کردن مسیر ترانزیتی موجود در منطقه را نمی‌پذیریم. لیامین معتقد که در سال‌های آینده وقوع درگیری مسلحانه مستقیم بین ترکیه و ایران بعیده، اما در این حال هر دو کشور می‌تونن به متحدان خودشون کمک نظامی بکنن. بنابراین تهدید آغاز جنگ نیابتی همچنان وجود داره. از نظر او ایران و ترکیه علاقه‌ای به درگیری مستقیم با همدیگه ندارن، چون هر دو طرف از قبل در منطقه مشکلات کافی دارن. علاوه بر این اونا نمیخوان روابط اقتصادی نسبتاً نزدیک خودشون رو قطع بکنن، اما عوامل مختلف زیادی وجود داره که میتونه در این مدت تغییر بکنه. لیامین تاکید میکنه که باکو ممکنه در کوتاه مدت امکان انجام یک عملیات نظامی محلی رو با قصد اشغال بعضی از قلمروهای ناشناخته قره‌باغ کوهستانی یا مناطق مورد مناقشه در مرز با عربستان رو در نظر بگیره. اگر ارمنستان، روسیه و ایران نتونن بر اوضاع تاثیر بذارن، ممکنه در آینده جنگ بزرگتر برنامه ریزی بشه که بازیگران اصلی منطقه برای حفظ منافع خودشون مجبور به مداخله در اون خواهند بود. به نظر میرسه داستان ماجراجویی های جمهوری آذربایجان توی قفقاز بعد از سپتامبر 2020 و جنگ دوم قره‌باغ هر روز ابعاد گسترده تری پیدا میکنه. طی هفته های گذشته تصاویر و ویدیوهای زیادی از تحرکات معنادار امنیتی باکو در قالب انتقال تجهیزات نظامی جمهوری آذربایجان به مناطق مرزی با ارمنستان منتشر شده که دوباره سناریوی احتمالی وقوع جنگ نظامی گسترده رو پررنگ میکنه. هرچند پاییز 3 سال پیش تا حالا درگیری گاه و بیگاه مرزی بین ارمنستان و ایران روی داده و همچنان هم ادامه داره، اما این دور بی سابقه از تحولات و تحرکات نشان از برنامه ایلهام علیوف برای تغییر ژئوپلیتیک منطقه قفقاز جنوبی با تحمیل دالان موهوم و جلی زنگزور به ایروان و همچنین تهران داره. به خصوص اینکه جیهون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان پنجشنبه گذشته در مصاحبه با خبرگزاری آذرتاک و روزنامه مجارستانی مایگار دموکرات ها در چهارچوب سفر رسمی خودش به این کشور صراحتا از جدیت باکو برای اجرا کردن این کریدور سراسر جلی و موهوم در سال آتی میلادی خبر داد. البته بایراموف تلاش داشت با بعضی از داده سازی و آمار سازی ها توجیهی برای تحمیل این دالان که موجب قطع مرزهای مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان و حصر ژئوپلیتیک این کشور میشه پیدا بکنه. کما اینکه سکاندار سیاست خارجی جمهوری آذربایجان عنوان داشت با بهره برداری از کریدور زنگزور، حمل و نقل بار از طریق کریدور میانی سالانه 5 تا 8 میلیون تن افزایش خواهد داشت. بدین ترتیب به پایان این برنامه از هاشه نیوز رسید. تا برنامه دیگه از این کانال، خداوند یار و نگهدارتون.